درود بر شما. 22 دی ماه 1402 خورشیدی و 12 ژانویه 2024 میلادی. امشب در صفحه آخر یک زندگی رو مرور میکنیم، زندگی کسی که در فقر زاده میشه، از کودکی کمک خرج خانواده، از کودک کار، همزمان مدرسه میره، دانشگاه میره، در تشکل‌های کارگری فعالیت میکنه، در 1401 در جریان انقلاب مهسا شلیک مستقیم گلوله ها نصف صورتش رو ویران میکنه، نماد یکی از بیشمارانی که یک زندگی بی دغدغه برای خودشون و برای مردم ایران میخوان. برای یادآوری ویدیو رو ببینیم که شاید بارها دیده ایم و شاید لازم باشه هر هفته و هر روز دست کم یک بار این ویدیو رو آدم ببینه تا فراموش نکنه. تیر مستقیمه. نزنه به ماشین؟ تیر هوایی میزنه. اوه دختره تیر خورد. آی تو سرم دختره تیر خورد. خره خوشتن یارو. چی میگه؟ خوشتن یارو. دختره خوشت. نازی فیلم میگه. 31 شهریور 1401، شیرین علیزاده خانساری 36 ساله و همسرش و پسر 7 سالشون تو ماشین دارن میرن، رفتن شمال نفسی تازه کنن. نزدیکای متلقو طرفای چالوس خیابونا شلوغه. خانم علیزاده داره با گوشی تلفنش از خیابون فیلم میگیره مثل بقیه. ناگهان شلیک مستقیم به صورتش و فاجعه‌ای که نمیدونم کی کجا مسببینش جواب پس میدن. وحشیایی که مثل ورزای کف به دهان آورده به اطراف حمله میکنن و همه رو دشمن میبینن. تو انقلاب مهسا چند نفر بیگناه بی سلاح در اثر شلیک مستقیم به سرشون کشته شدن نمیدونه. مجموع کشته ها بر اساس تحقیقات صدای آمریکا 537 نفره. چند نفر با شلیک مستقیم به چشمشون جان به در بردن اما نابینا شدن. 580 نفر طبق آماری که از پزشکان و بیمارستان ها جمع آوری شده. قطعا تعداد بسیار بیش از این هاست. یکی از کسانی که یک چشمش از دست داد فرزاد مرادی‌نیاست. شلیک مستقیم به صورتش، یک چشم و نیمی از صورتش رو ترکوند. فک و سمت چپ صورت با پروتز و روش‌های دیگر درمانی بازسازی شد اما چشم از دست رفت. 16 مهر ماه 1401 وقتی که میره به دخترکی که از رگبار تیر مزدوران حکومت گوشه کوچه پناه گرفته کس کرده کمک کنه، نرسیده به دخترک دو گلوله صورتش رو داغون میکنه. فرزاد مرادی‌نیا متولد 10 تیر ماه 1365 روستای چاولکان از توابع سنندج استان کردستان، خانواده کارگری و فروده است. بعد از تولد فرزاد میرن سنندج زندگی کنن. فرزاد نوشته بعد از مهاجرت پدر به سنندج و مشغول به کار شدن در شهرداری سنندج در یکی از محله‌های کارگری و حاشیه‌نشین شهر سنندج به نام محله کمربندی خیابان کارگر و محله تختقان ساکن شدیم، چرا که مبلغ اجاره ها به نسبت دیگر محله‌ها و مرکز شهر پایین‌تر بود. در همان کودکی با طعم تلخ فقر و تنگ دستی آشنا شدم. یادم میاد خونه‌ای رو اجاره کردیم که فقط دو اتاق 4 متری داشت و یک راهروی کوچک ما بین اتاق‌ها و نه آشپزخانه داشت و نه حمام و دستشویی و حیاط. یک چشمه کوچک بود در 100 متری خانه که از آن برای پخت و پز و خوردن و استحمام
استفاده میکردیم. برق رو از تیر چراغ برق گرفته بودیم و نفت رو هم سوار بر الاغ و اسب برای ساکنین محله میآوردند. در راهروی ما بین اتاق‌ها به وسیله ظروف پلاستیکی و سطل‌های بزرگ حمام می‌کردیم و یک دستشویی بدون در که فقط با یک پتو پوشانده شده بود و در وسط کوچه بود با اهالی محل و رهگذران به ناچار شریک می‌شدیم. برای اجاره این گوردخمه بیش از یک سوم حقوق پدر کارگرم از شهرداری هزینه می‌شد. یادم میاد به خاطر عقب افتادن دو ماه اجاره خانه، صاحب خانه که از اقوام هم بود و اسمش میرزا بود، یک شب بارانی پاییزی با کفش‌های گلی به وسط سفره شام اومد. دقیقاً اومد وسط سفره. شام اون شب ما نان و گوجه و پیاز بود. پدر و مادر فرصت می‌خواستند. او هم فحش می‌داد و پنجره‌های خانه را با خود برد و تا صبح باران داخل اتاق می‌شد و به ناچار با پتو و پلاستیک پنجره‌ها را پوشاندیم. میخوام یک زندگی واقعی رو روایت کنم که در موقعیت فعلی مردم ایران، در موقعیت که مردم ایران قرار گرفتن در مقابل حکومت خونریز سرمایه سالار، آخوند سالار، دزد، هر چیزی که شما خودتون اضافه بکنید، میان تو خیابون فقط میگن نمیدونم از رأی من کو شروع میشه تا آب نداریم، نمیدونم نون چرا گرون شده، بنزین چرا گرون شده، و با گلوله میزننشون. و این مردم همینان، میدونم میدونین، ولی خیلی هایی که در بدنه این حکومت دلشون برای مردم میسوزه، اونا بدونن که مردم کیان. ادامه نوشته رو خدمتون میخونم. کم کم شهرداری با گرفتن پول از خود مردم محله به نام همیاری و مشارکت، آب لوله کشی و لوله فاضلاب فقط تا سر کوچه ها کشید و مردم خودشون مجبور به کار کردن و حفر کوچه از جلوی در منزل و رسیدن به لوله اصلی آب و فاضلاب بودن. گذشت و ما وارد مدرسه شدیم. پدرم به علت نداری برای هر دو نفر از بچه ها فقط یک دست لباس و کفش می خرید. نوبتی لباس و کفش همدیگر رو می پوشیدیم می رفتیم مدرسه. بقیه رو از خود فرزاد بشنویم. در خدمت فرزاد مرادینیا هستیم. خوش آمدید به امشب صفحه آخر آقای مرادینیای عزیز. قبل از اینکه به سال 1401 انقلاب زن زندگی آزادی برسیم، اجازه بدید که ادامه زندگی و کار و فعالیت شما رو بشنویم. عرض کردم روایت واقعی یک زندگی واقعی. چند سالتون بود رفتین مدرسه؟ بچه درس خون بودین یا مجبور بودین از اول کار کنین؟ درود بر شما و هم بینندگانتون. من هم مثل بیشتر هم کلاسی ها و بیشتر هم سن و سال خوب مدرسه رفتیم، و چرا که پدر کارگر آرزوی این رو داشت که ما با سواد بشیم و از راه تحصیل بتونیم شغل و به شغلی به دست بیاریم. و خب آره، من درسم خوب بود، انقدر خوب بود که از طریق، چون به علت فقری که داشتیم تحت پوشش کمیته امداد که یه خیریه حکومتی است قرار گرفتیم. حتی خب در تابستان 77 از طریق کمیته امداد به اردو رفتیم، اردوی چابکسر. افرادی، بچه‌هایی که معدل خوبی داشتن و درس خوبی داشتن به این اردو رفتن، و خب تجربه جدیدی بود، خوشگذشت، دریا و اینا. ولی خب تجربه تلخی که همه چیز رو به کام ما زهر کرد، سوء استفاده و تعرض یکی از مربی‌های فارس زبان، حالا نمیدونم کدوم شهر بود، به یکی از بچه‌های محله ما بود که این تعرض
تا سالها یک چرای بزرگ در ذهن ما کاشت که چرا به یه بچه 12 ساله تجاوز کنم. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ چی بود؟ یعنی مشخص بگین با جزئیات. شما 12 سالتون بود، همکلاسی هایی که با هم اونجا بودین 12 سالتون بود، از طریق خیریه در واقع نمیدونم یا حکومت هر چیزی گفتین، کمیته امام به هر حال بله کمیته امداد خمینی فرستاده بودنتون اونجا به عنوان اردو بچه هایی که درس خون بودن معدل بالای 18-19 درست؟ بله خب. بچه های درس خون رو به بعد چیزی که تو ذهنتون موند، یکی میگین که خب خوش گذشت، بچه های با هم بودین و خب تفریح بود فلان، و مهمترین چیزی که تو ذهنتون مونده این ماجرایی است که داشتین، یعنی فقط تیتروار گفتین، چه اتفاقی افتاد و کیا دستشون تو کاره؟ خلاصه میخوام اینو بدونم، میخوام از اول بفهمم که یه آدمی که به وضعیتی که شما رسیدین میرسه از کجاها گذشته، و این آدم یک عرض کردم نماد به اکثریت جامعه ایرانه که اینه، مگر اینکه بیایم اینجا صحبت کنیم بگیم داد بزنیم فقط. در واقع بگین با جزئیات، خواهش میکنم. وقتی که از دریا اومدیم، بچه‌هایی که قبل‌تر از ما اومده بودن همه دور یکی از بچه‌های دیگه جمع شده بودن و اینو مسخره می‌کردن. من که جویا شدم ببینم چرا این کارو با یکی از دوستان خودمون می‌کنن، گفتن که این ما دیدیم که مربی، یکی از مربی‌ها که برای بچه‌ها داستان‌های پلیسی تعریف می‌کرد، این دوست ما رو توی یکی از توی خوابگاه مورد تعرض قرار داده و خب دیگه اینو مسخره می‌کردن، و من اونجا با بچه‌ها دعوا کردم و گفتم خب چرا نتونستند از دوستشون حمایت کنن. و خب حقیقتا حتی من خودم برنامه ریختم که با دزدیدن یه چاقو از آشپزخونه بتونیم چند تا از این بچه ها رو جمع کنم و درس خوبی به اون مربی بدیم، ولی خب بچه ها هم کاری نکردن و ما زود متاسفانه به فراموشی سپردیم. حتی جرأت نداشتیم به مربی که از شهر خودمون با ما همراه شده بود به ایشون اطلاع بدیم. و خب این درسی بود که خارج از خانواده، خارج از یعنی توی اجتماع، هیچ کسی حامی یک کودک نیست و گرگایی هستن که در لباس حکومت یا در لباس افرادی که برای بچه‌ها میتونه امکاناتی فراهم بیارن، میتونن از این بچه‌ها سوء استفاده کنن. ببینین اسم اون مربی یا آدمای مشابه اگه در اونجا بودن، اسم و مشخصات اون مربی یادتون نیست؟ نه متاسفانه یادم نیست. سال 77، تابستان 77 در اردوی چابکسر. اردوی یعنی کجا بود اونجا اردویی که رفته بودین؟ لااقل یه اردوگاهی بود به اسم اردوگاه میرزا کوچکان جنگلی که در روستای چابکسر شمال بود. آقای مرادی‌نیا، شما بعد به هر حال تحصیلتون رو دبیرستان رفتین ادامه دادین و همزمان کار کردین برای اینکه کمک خرج باشین با درآمد کم پدر. چجوری بود؟ چجوری مدرسه میرفتین کار میکردین همون موقع؟ از دوره بگین، خودتون بگین که آشنا بشیم با در واقع دوره‌ای که شما کودک کار هم بودید. خواهش. خب وضعیت اقتصادی اینقدر بد بود و اجاره خونه، یعنی یک سوم از اجاره خونه بابت یک سوم از حقوق پدر بابت اون اجاره خونه میرفت و حقوق پدر اینقدر پایین بود که مجبور بود دو شیفت کار کنه، یعنی صبح تا عصر تا دمدمای غروب در فضای سبز شهرداری کار کنه و بعد شبها هم به نگهبانی ساختمان های نیمه کاره بپردازه که بتونه از اونجا هم یه مبلغ درآمدی کسب کنه و بتونه خرج ما رو بده. و خب این یک فشاری بود روی بچه ها که به ترتیب متاسفانه همگی ترک تحصیل کردیم، ولی خب ما تابستونا کار میکردیم و میخواستیم و به طوری میتونستیم کمک خرج پدر باشیم.
چه کاری میکردین آقای مرادینیا؟ شما بچه های همسن و سالتون؟ دست فروشی میکردیم و خب موقع دست فروشی مورد زورگیری قرار میگرفتیم. حالا مثلا چیزی که میخواستیم برای فروش از ما دزدی میکردن، بزرگسالا، آدمای بزرگ. و بعد خب ما مجبور شدیم، گفتیم بریم یه شغل یاد بگیریم. میرفتیم جوشکاری، میرفتیم کارگری ساختمان. 12 سالگی، 13 سالگی ما وارد این کارهای سخت میشدیم که بتونیم کمک خرج یا حداقل پولی کتاب و دفتر خودمون رو خودمون پرداخت کنیم و دیگه بار اضافی رو دوش پدر کارگر نباشه. چند درصد؟ جانم ادامه بدین. باز میخوام در این سالها، بله، همین سالهای 77 که از اردو برگشته بودیم، در سوم اسفند تظاهرات و اعتراضاتی بود در کردستان، کل کردستان، در سنندج، که در این اعتراضات برادر بزرگتر من دستگیر شد و پدر بنده طی 2 ماه بازداشت برادرم از من خواست که به جای اون به سر کار برم و تا پدر فرصتی گیر بیاره که بتونه دنبال برادرم بگرده. شما چند سالتون بود؟ 12 سال، 3 اسفند 77. 12 سالتون؟ بله. بفرمایید. به جای پدر برین سر کار، یعنی برین چه کاری بکنین؟ پدر اون موقع دقیقا چه کار میکردن؟ پدر در فضای سبز شهرداری کار میکردن و خب میتونستین شما برین به جای ایشون کار بکنین؟ یعنی شهرداری مسئله نداشت دیگه؟ خب حالا من مثلا اومدم جای پدرم. همکاران پدرم که همون کارگرهای هم کیش پدر بودن درک میکردن این مسئله را و خب به سرکارگر هم حالا با سرکارگر بهش چیزی نمیگفتن و حالا یه فرصت میخواستن که این دوره تموم بشه و بتونم پدرم دوباره به سر کار برگرده و من رو قبول کنم. بله. که من اونجا کار. بله بفرمایید. خب سنگینی شلنگ آب یا مسافت دوری که از خونه تا محل کار داشتیم، یعنی از این سر شهر تا اون سر شهر، محل کار بهاران بود و من از کمربندی کارگر پول کمی که همراه داشتیم فقط برای بلیت اتوبوس بود و بعضی وقتا حتی پول کرایه اتوبوس نداشتیم و من مجبور بودم پیاده برم اونجا، یعنی 2 ساعت تو راه بودم تا برسم به آران و حتی برای نهار هم یه نوشابه با 2 تا نون لواش میگرفتیم میخوردم که بتونم این 2 ماه را دوام بیارم و پدرم بتونه ردی از برادر دستگیر شدم گیر بیاره. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ بفرمایید. پدر وقتی برمیگشت، من شبا برمیگشتم، پدر میگفت خب امروز چیکار کردیم؟ نیستی شلنگ خیلی است. چون تقریبا مثلا 100 متر شلنگ بود، 200 متر شلنگ بود، خیلی سنگین بود. ببینید همزمان خب شما درس بودم... همزمان درس میخوندین، همزمان رفتین دبیرستان، هیچ وقت وقفه تو درس خوندن تو نیفتاد؟ بله نه من تا دبیرستان خیلی تا دانشگاه تونستم به هر طوری شده با کارهای موقتی که خودم انجام میدادم تونستیم ادامه بدیم، ولی خب در حکومت نظامی هایی که بعد از اون اعتراضات هنوز وجود داشت من دستگیر شدم به همراه یکی از همکلاسی هام که متاسفانه ایشون کودک کار بودن و در حادثه‌ای که در محل کار اتفاق افتاد ایشون کشته شدن، به اسم اشرف ملایی. من زهر چشم گرفتن نیروهای ویژه ضد شورش که بعد از اعتراضات هنوز توی شهر ویراج می‌دادن و فضای شهر را ملتهب می‌کردن، هنوز باعث شد منو دستگیر کنه و من 3-4 روز در کلانتری 11 اکباتان
دستگیر بودم. اسفند 77. اسفند 77. بله بله. یعنی 12 سالتون بود دیگه. درست 12 سال یه ماهتون. بله. خب بعد ادامه بده. خواهش. خب متاسفانه این بحثایی که من میخوام بگم، یعنی شما میتونید تعمیم بدی به کل طبقه فرودست جامعه ایران، چرا که این معضلات همه به نوعی گرفتار و همه به نوعی تجربه این رو داریم. چند سال بعدش، یعنی خب یکی دو سال بعدش، متاسفانه با یکی از بسیجی های محله که پدرش بسیج فعال بود و خانوادگی بسیج فعال بودن، یه درگیری پیش اومد به خاطر تحقیر فقر خانواده و من با ایشون درگیر شدم و خب تقریبا 9 روزم در کانون اصلاح و تربیت بودم و بعدها نهایتا 150 هزار تومان دیه پرداخت کرد. و خب این تجارب تلخ، یعنی هنوز من به 13-14 سالگی هنوز نرسیده بودم. یعنی زدین بسیجیه رو، زدین ناکارش کردین، بعد خب بردنتون دادگاه و گفتن که خب تو زدی و خب اونم کتک خورد و خب دیه بده و برو دیگه طبق قوانینش، درسته؟ بله بله بله. و خب بگین گذشت و من همزمان که هم درس میخوندم کار میکردم، همزمان به رشته ورزشی علاقه من شدم و خواستم به صورت حرفه‌ای این ورزش رو ادامه بدم، ورزش دفاع شخصی و کنفوتوا. و در اون رشته ورزشی به حد مربیگری رسیدم و اوائل کمک مربیگری در باشگاه جوانان سنندج و کانون اقبال لاهوری در اونجا شیفت های رزمی داشتیم که من بعد از کسب مهارت های لازم و شالبند های قهوه و مشکی مسئول آموزش شیفت نونهالان تقریباً 20 شاگرد شدم که متاسفانه ادامه پیدا نکرد به خاطر سهم‌خواهی حکومت از این استعدادها. یه روز یه شب حین تمرین به این بچه‌ها، مسئول ناحیه بسیج امین تاسه و اسخر گومهی که مسئول ورزش رزماوران در سنندج هست و یک آدم سپاهی هست و بیشتر شاگردهایی که تربیت کرده در گارد ضد شورش هستن، اینا اومدن توی باشگاه و گفتم قصد جذب افراد با استعدادی مثل من و کمک مربی های جوان و افرادی که صاحب حکمای قهرمانی کشوری استانی هستن دارن. و من خب مخالفت کردم و گفتم هنر رزمی به خاطر ارزشش بیشتر از اینه که ابزار سرکوب در خیابان قرار بگیره. و خب موقعی که مخالفت کردم، چند روز بعدش مزاحمت های تلفنی سپاه پاسداران و بسیج ناحیه حاجی آباد از طرف شخص امین تاسه و نیروهای دیگرشون برای من و خانواده‌ام پیش اومد که انقدر که خانواده متاسفانه از ترس اینکه مشکلی برام پیش نیاد حتی اقدام به تغییر محل سکونت گرفتیم و از اون خونه ها رفتیم و حتی به محله دیگه رفتیم. یعنی من مجبور شدم هم دیگه هیچ وقت حتی اینکه حتی نتونم توی باشگاه دیگه تمرین کنم چه برسه به اینکه تمرین بدم. و متاسفانه این حسرتی بود که هنوزم هست به خاطر عدم همکاری با گارد ضد شورش از زهرا که تازه تأسیس شده بود در سال 85. متاسفانه من از مربیگری اون شیفت که اول راه بودم در ورزش رزمی از اونجا دیگه خلق شدیم و به گونه‌ای
محروم شدیم. اونجا چند سالتون الان عکس که داریم میبینیم تو اون باشگاه چند سالتون بود وقتی مربی بودیم؟ بله اونجا اون سال 85 هست. بله 20 سالتون بود درسته؟ نه بله. درسته؟ آره 20 سالتون بود. بله بله 19 خورده ای. بله 20. یعنی دیپلم گرفته بودین و رفته بودین؟ بله. دانشگاه یا نه هنوز؟ خب اینا کلن همزمانی بود. همزمان که من مربیگری در جسه و کمک مربی بودم، همزمان وارد دانشگاه شدم، رشته جامعه شناسی شهر بیجار و دانشگاه بیجار، و بعد ترم اولم به خاطر فقر و اینکه همزمانی شد با تصادف برادر بزرگترم که فشار عاطفی و روانی و فشار مالی زیادی به ما آورده بود و کسی نبود که کمک پدر و خانواده در رسیدگی به برادرتون باشه. بله نگهداری و پرستاری از برادرم باشه، من مجبور به ترک تحصیل شدم. ببینید تو این فاصله هیچ وقت تلاش نکردین که استخدام بشید در ادارات دولتی مثلا، یا در جایی که دیگه فرض بفرمایید کارگری نکنین و درآمد یه مقدار بیشتری هم داشته باشین و بتونین خرج خونه رو، حالا که این درها رو بسته بود، وضعیت فقر و تصادف هایی که پیش می آمد و فشار بسیج و این داستان ها، تلاش نکردین که وارد مثلا چه می‌دونم حوزه کاری دیگه بشین، کارمند بشین؟ اتفاقا سال یا 87 بود یا 88 که روزنامه تبلیغ کرده بود که 3000 نیروی دبیری ورزش به صورت پاره وقت در آموزش و پرورش میخوان استخدام کنن، و من حکمای قهرمانی و مربیگری و اینا رو کلا بردم آموزش و پرورش و اونجا قسمت گزینش، که اونجا گفتن مدارک تکمیل نیست، گفتن حتی به عنوان دبیر پاره وقت گفتن نه مدارک شما تکمیل نیست، چرا که گواهی بسیج فعال یا حتی بسیج عادی هم ندارید شما. و خب من گفتم چه ربطی داره، من را شما تخصص میخواید که من دارم، ولی گفتن نه، اولویت با افرادی هست که مدرک بسیجی دارن. برای آموزش پرورش حتی معلم ورزش؟ بله بله اونجا برای آموزش پرورش. بله درخواست استخدامی دادیم. بذارین من دو تا سوال کوتاه دارم و بدون حس تعلق به منطقه‌ای که توش زندگی میکنین، بدون حس تعلق به بچه هایی که با شما فقر دیدن و رنج کشیدن، میخوام ببینم آیا میشه واقعا اینا رو به صورت چی بگم به عنوان یک گزارشگر فقط ازتون بخوام که جواب بدین. یکی این که چند درصد حدوداً از بچه‌های همسن و سال شما که تو مدرسه می‌دیدین، تو محله می‌دیدین، اینا کودک کار بودن؟ توی سنندج داریم صحبت می‌کنیم. تقریباً همشون، حتی اقراقی که بگم بیشتر از 100 درصد، چرا که مدارسی که در حاشیه شهر، در سطح شهر سنندج هست، به صورت طبقاتی تنظیم شده. مدرسه‌ای که در حاشیه شهر هست بیشتر از خانواده‌های کارگری هست، و قطعا همگی اتفاقا با همدیگه می‌رفتیم سر کار، و کاری که انجام می‌شد به همدیگه معرفی می‌کردیم. یعنی من با همکلاسی‌هام این بدبستان رو شغلی رو داشتیم، ایشون یک کار به من معرفی کردن، با همدیگه می‌رفتیم سر کار، با قول می‌دادیم با همدیگه حتما کار پیدا کنیم. ببینید وقت در ادامه همین سوال، چند درصد احیانا از این بچه‌ها ممکن بود به دلیل فقر و تبلیغات بسیج جذب بسیج بشن یا سپاه بشن؟ یعنی میدونین که چند درصدشون بودن که اینجوری شدن، با توجه به اینکه اونا خب فشار می آوردن دیگه که سعی کنن نیرو بگیرن؟ خواهش می‌کنم. وقتی ما از همکلاسی‌ها صحبت می‌کنیم، یعنی افراد همسنی که در مدرسه یک در نظام آموزشی دارن همدیگر رو شناختن، خب نظام آموزشی در این فاشیسم دینی جمهوری اسلامی به صورتی است که به صورت اتومات خودش
سعی داره که این نیروهای بسیج رو جذب کنه، یعنی از این بچه‌ها برای خودشون بسیجی درست کنن. در نتیجه این مسئولیت همیشه روی دوش معلم‌های پرورشی و معلم‌های تربیتی هست که انجام این کار رو انجام میدادن. و خب حقیقتاً در مدرسه بله ما بسیجای دانش آموزی داشتیم که ولی خب خیلی کم بودن به خاطر تحقیری که مردم و خود جامعه و دید بدی که به بسیج و سپاه داشتن خیلی یا پنهان میکردن یا اصلا خیلی خیلی کم بود، اصلا درصد خیلی کمی هست. ولی خب جذب نیروی پلیس شدن در سنینی بالاتر اون دیگه خب ما میتونیم توی حوزه دیگه بگیم. بله ببینید، شما در همین روندی که توضیح دادین مدرسه دبیرستان همزمان کار دانشگاه و بعد اجبار به رها کردن درس، ترک تحصیل در دانشگاه رشته جامعه شناسی و بعد میایین و خب میرین وارد بازار کار میشین، آموزش پرورش استخدامتون نکرد چون بسیجی نبودین، کارت بسیج نداشتین. چه زمانی وارد فعالیت‌های صنفی و تشکل‌های کارگری شدین؟ شما عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هستین که فکر می‌کنم 10 سال یا 11 ساله که تشکیل شده این کمیته. چه دوره‌ای هستن؟ چه زمانی و چگونه شما وارد شدین؟ چه کردین؟ برای زندگی چگونه گذشت؟ خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. زمانی که برای پیگیری بیمه برادری که تصادف کرده بود و در شهرداری شاغل بود و همکار پدرم بود به شرکت‌های پیمانکاری مرتبط با شهرداری و بیمه و اینا مراجعه کردم تا بتونیم برای برادری که معلول شده بعد از تصادف بتونیم بیمه بیکاری از کار افتادگی بگیریم. و بعدها به دنبال زمانی که دنبال کار بازنشستگی پدرم بودم و در اونجا متوجه حق‌خوری و تضییع بیمه پدر شدم، در راهروهای اداره کار و سازمان بیمه با سری از فعالین کارگری آشنا شدم که کارشون در واقع آگاهگری طبقه کارگر بود و قوانین کار و قوانین اساسی رو به صورت چاپ شده و خیلی مستند در اختیار کارگران میذاشتن که از حقوق خودشون آگاه باشن که اینطور در دادگاه های کارگری حقوقشون ضایع نشه در طرف با کار فرما. و خب من فهمیدم تقریبا کارگرهای فصلی که مانند کارگر شهرداری، مانند پدر و برادر خودم، کارگر فصلی که به نسبت فصل یکی دو فصل بخصوص شاغل هستن، دو فصل دیگه اصلا مشمول قوانین بیمه نیستن، حقوق ندارن. و خب این استثمار سیستماتیک خیلی به این خانواده ها لطمه میزنه، اینا دیگه نمیتونن سر شغل دیگه برن چون اگه اتفاقی هم براشون بیفته اصلا بیمه تکمیلی ندارن. و خب بیمه هاشون اگه لیست بیمه هاشون رو زود به زود چک نکنن میفهمن که از طریق شرکت های پیمانکاری و خود شهرداری یا خود اون شرکتی که بهشون کار داده مورد دزدی قرار میگیرن. و خب من با بعد از تمام اون شکایت ها برای این احقاق حقوق متوجه شدم که این ستم سیستماتیک فقط در خیابان میتونیم، با کمک هم طبقه دیگه هم میتونیم این احقاق حق را داشته باشیم. و در نتیجه با این دوستان که خودشون هم کارگر بودن در عضویت به عضویت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل کارگری در اومدم. و اوائل عضویتم در سال 91
در مجمع سالانه در کرج دستگیر شدم. خیلی تجربه، یعنی تجربه خیلی خیلی تلخی بود برای من. دستگیر شدین به تنهایی تو خیابون، چه این تجربه رو اگه میتونین بگین، اگه ممکنه با جزئیات، اما من ببخشید میگم مختصر بگین که برسیم به ادامه صحبت. خب جلسه مجمع بود، مجمع سالانه کمیته در یک آپارتمان در کرج، که خب مامورین حمله کردن و خب مامورین نیروی انتظامی، گارد ضد شورش، مامورین اطلاعات همگی حمله کردن و خب کلیه اعضا رو دستگیر کردن و به زندان رجایی شهر بردن و در طی 36 ساعت شکنجه، بازداشت، تحقیر، ضرب و شتم و بازجویی‌های بی‌مورد بدون هیچ حکمی ما رو دستگیر کردن و بدون هیچ حکمی هم آزاد که آزاد شدیم. یعنی در واقع بعد از 36 ساعت ما رو بردن در یکی از خیابان‌های کرج و اونجا گفتن که شما آزادی، میتونید برید. به چه جرمی؟ به چه چی میگفتن؟ میگفتن جرمتون چیه؟ هیچ جرمی، نه تفهیم اتهام شد، نه اصلا ما بازجویی ها کلن به صورت ما چشمند داشتیم. چی میخواستن ازتون؟ میگفتن چی؟ چی میخواستن ازتون؟ میگفتن شما چرا اومدی اینجا؟ خب چرا از ما درخواست مجوز نکردین؟ چرا شما چه ارتباطی با تروریست های نمیدونم فلان دارین؟ خب از این اتهامات همه تون از کردستان رفته بودین یا اینکه از جاهای دیگه هم بودین؟ نه خیر، چون تشکل کمیته هماهنگی از تمام ایران، از تمام نقاط ایران عضو دارن، بله، جدایی از کردستان، از شمال، از تهران، از کرج، از جنوب و از کردستان خب عضو داشتیم و کل، خب چون مجمع سالانه بود از کلیه نقاط ایران در اون مجمع حاضر بودیم. خب بعد شما رو آزاد کردن، البته میگید که شکنجه و این چیزا، فقط در یک کلام بگید شکنجه ها چگونه بود و چه بلایی سرتون رو بردن؟ به خاطر اینکه فقط جلسه کارگری تشکیل دادید. خواهش. موقع دستگیری، یعنی موقع دستگیری همه رو به صورت دمر خوابوندن روی زمین و با پوتینا روی سرشون میرفتن، لگد میزدن توی سر و صورتمون، توی شکممون، توی آلت تناسلی و توی هم اعضای همکاران خانومی که همراه ما بودن و خب ما چون تشکل کارگری بود از خانوم ها اونجا در اونجا حضور داشتن و از اعضای ما چند نفر از خانوم ها بودن، به سر و سینه این خانوم ها لگد می زدن. موقع خب کفش های ما رو در آوردن که ما رو وادار کردن با پای پیاده کل مسیری رو تا بیایم توی ماشین با پای پیاده بیاییم و موقعی که به زندان رجایی شهر رسیدیم اونجا بازم دوباره من رو توی حیات مورد ضرب و شتم قرار دادن و خب توی بازجویی ها موقعی که شما میپرسیدی، چون ما پرسشگر بودیم که این دستگیری طبق چه قانونی هست، خب به ما تفهیم اتهام کنید، تشکیل کمیته هماهنگی و تشکیل کمیته کارگری طبق اصل 26 و 27 قانون اساسی آزاد هست و شما چرا این کارو میکنید؟ و خب اونها خب مشت میزدن، سیلی میزدن، حتی اعضای دیگه رو که مقاومت میکردن به تخت شکنجه میبستن، با شلاق میزدن، اصلا بدون هیچ تفهیم اتهامی، بدون هیچی. و خب در کجا؟ بعد 36 ساعت در کرج، در زندان رجایی شهر. در زندان یه ضرب، یعنی بردن تو زندان رجایی شهر. ببینین، ما تا پایان صحبتمون کمتر از 20 دقیقه وقت داریم. من احکام به اصطلاح دادگاه شما، یعنی دادنامه شما رو دارم، حالا دوستان نشون میدن. چه شد که زندان افتادین و 3 سال حکم زندان بهتون دادن و آزاد شدین؟ اینو مختصر خواهش من بفرمایید. سال 93 بازداشت شدیم به خاطر همین عضویت در کمیته کارگری، عضویت در کمیته
و خب بعد 26 روز انفرادی به قید وثیقه و گرفتن خانه ای که از دوستان آزاد شدیم و یک سال بعدش به 3 سال زندان محکوم شدیم در یک دادگاه 15 دقیقه به ریاست قاضی سعیدی. 2 سال به خاطر عضویت در کمیته تشکل کارگری و 1 سال هم به خاطر تبلیغ علیه نظام. بدون اینکه اصلا چه اتفاقی افتاده و کار ما کجاش غیر قانونی است. این عکسایی که شما الان پخش کردید تجربه فعالیت‌های من در داخل شهرم و در داخل ایران هست. زمانی که برای کار، برای کارگری، برای درآمد رفتیم به لارستان منطقه شیراز، اونجا شاهد اختلافات بین کارگران ایرانی و کارگران مهاجر افغانستانی بودم که اونجا سعی کردیم با یک تشکل کارگری بتونیم اینها رو در کنار هم قرار بدیم و به خاطر اون درد مشترک بتونن همکاری داشته باشن. و خب بعد از اینکه این خبر در روستا پیچید، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی به اونجا، به اون روستا، روستای فیشفر حمله کردن و کل مهاجرای افغانستانی و پاکستانی رو دیپورت کردن و خب ما هم به صورت مخفیانه از اونجا فرار کردیم. کل فعالیت ما فقط چاپ و نشر قوانین کار بود، همین، واقعا همین بود. و خب این شد که به خاطر همین کار ما، به ما 3 سال زندان دادن و بعد از 1 سال و خورده ای تقریبا 13 ماه ما بقیه حبسمون در آزادی مشروط به 4 سال تعلیقی تغییر کرد. آقای مرادی‌نیا، چه اتفاقی افتاد در سال 1401؟ شما و 96-98 البته بودین در تظاهرات خیابانی مثل بقیه آدم ها. و در 1401 چهرتون نشون میده که چه اتفاقی براتون افتاد، بگین، خواهش میکنم. در سال 1401، بله بله، در 16 مهر و در اون خیزش سراسری که به خیزش جینا معروف شد، من در خیابان بودم و حقیقتش اون روز به دنبال کار شخصی رفتم و در اون روز طی چند روز قبلش خیلی فضای شهر ملتهب بود به خاطر قتل مظلومانه جینا امینی و فضای شهر ملتهب بود. و موقعی که من بعد از تمام شدن کارم به قصد رفتن به خانه را داشتم، به یکی از دوستانم برخوردم که ایشون از بیماری پارکینسون رنج می‌بردن و اومده بودن دنبال داروهاشون و موقعی که ایشون رو دیدم دست ایشون رو گرفتم که از تیراندازی‌های بی‌امان و به صورت رگباری و تیرباری که می‌شد اینا رو در امان قرار بدم. و خب دست ایشون رو گرفتیم، اومدیم توی یکی از کوچه های خیابون ششم بهمن روبروی پاساژ بهاره و یه دسته از مامورین که به ماشین هایی که در سر سرای شریف آباد به صورت خیلی مدنی، تظاهرات مدنی و به صورت بوخ می زدن و اعتراض خودشون رو اینطور بیان می کردن، به این ماشینا شلیک کردن و به دنبال مردمی که داخل کوچه پناه آورده بودن حمله کردن. و خب من رفتم جلو و گفتم چرا خودشونو بازیچه دست حکومتی قرار دادن که میخوان سر کار بمونه. و خب به من حمله شد با باتوم، من اومدم عقب‌تر، یک کم از مامورایی که فاصله گرفتیم، یکی از دخترای نوجوانی که از شلیک‌های ممتد توی کوچه نشسته بود دستش گذاشته بود روی سرش، سرمو برگردوندم به سمت ایشون که دستشو بگیرم و در اون لحظه به من شلیک شد و این اتفاق برای من افتاد و کل صورتم تخریب شد و
حدود 40 سال پلاتین نواری در صورت هم از چشم و از دست دادم. و ببینید چند گلوله گفتین در همین منطقه‌ای که الان دوستان دارن نشون میدن، چند گلوله خورد به صورتتون؟ و دو گلوله، یک گلوله سلاح تهپور، سلاح ساچم زن هست، سلاح شکاری است، و یک گلوله گاز اشکاور. گلوله گاز اشکاور که گلوله گاز اشکاور منجر به تخریب مابقی صورتم شد و استخوان گونه و نمیدونم استخوان سینوس و فک بالا و فک پایین و استخوان شقیقه و کل طرف چپ صورتم تخریب شد و چشمم از دست دادم و حتی روی شنوایی گوش چپم هم تأثیر گذاشته. و همزمان که دوستم هم زخمی شد به سمت ایشون دویدم و ایشون با گرفتن دست ایشون به سمت خیابون مولوی دویدیم و تونستیم فرار کنیم. این یعنی این ساچمه حتی تا فک بالای شما روی دندوناتون اینا آمده. این درست جایی است که همین عکس آخری که دیدیم هم جایی بود که هم فک، در واقع دو سری شما بعداً مداوا داشتین، یکی چشم و یکی این قسمت فکتون سمت چپ. البته حالا دیگه چپ دارین میبینین، نمیدونم دارم چپ ببینین راست نبینین حالا. آره و یه قسمت دیگه فک و این دندان، اینا پلاتین، اینا هم پلاتین. ببینین بگین که بعد از اینکه این اتفاق افتاد، وقتی این تیراندازی شد، چه جوری مداوا شدین؟ چه جوری به این شکل فعلی؟ جان زمانی که دوستم هم زخمی شد به سرعت دیگه درد خودم را فراموش کردم که ایشون چون واقعا توانایی حرکت کردن نداشتن، به سمت ایشون دویدم و دست ایشون را گرفتم و به سمت یکی از به سمت خیابون مالوی رفتیم و در اونجا یه شهروند مسئول ما را سوار ماشین کرد و از اونجا فرار کردیم به سمت یکی از درمونگاه های حاشیه شهر و طی راه تونستم با خانواده دوستم تماس بگیرم و اطلاع بدم که در کدام درمانگاه هستیم. درمانگاه مسجد قبای بهاران اونجا رفتیم و زمانی که دوستم خانوادش رسیدن، من با خانواده خودم به سمت بیمارستان کوثر سنندج رفتیم و در اونجا در اورژانس بعد از چند ساعت که پرستارها نمیتونستن، جرأت نداشتن به ما رسیدگی کنن، با حمله مأمورین به داخل اورژانس مجبور شدیم از اونجا فرار کنیم و به تهران بریم و بعد از 12 ساعت به بیمارستان فارابی سنندج رسیدم و در اونجا بستری شدم. همه این داستانه که گفتین صورت ترکیده بود و چشم از حدق در آمده، در واقع یعنی زخمی کامل بودین و این روندی که گفتین، یعنی مثلا چه میدونم شاید 14-15 ساعت شاید بیشتر. بله بله، دستم روی صورتم بود. زمان شلیک چیز سفیدی که سفیدی چشمم بود افتاد توی دستم صادقانه و گلوله ای که از ساچمه ها که سقف دهانم را پاره کرده بود از داخل چشم و از بینی به این سمت به داخل پایین اومده بود، سقف دهان که دندان‌ها رو شکسته بود و قسمتی از استخوان‌های ریسک افتاده بود توی حلقم و اونا رو که تف کردم، خب در این وضعیت من دستم رو گذاشتم روی صورتم و تا بعد از 12-13 ساعت همچنان که خون ریزی می‌کرد تونستم این درد رو تحمل کنم که به یه مکان امن برای درمان برسم. بله، بیمارستان فارابی تهران رو فرمودین، بفرمایید. در بیمارستان فارابی جراحی شدم و طی یک جراحی 6 ساعته قرنیه مردمه که چشمم که توسط یکی از ساچمه ها به پشت قرنیه رفته بود اونا دوباره آوردن و روی ماهیچه‌های چشمم بازسازی کردن و از لحاظ زیبایی خوب بخیه کردن و
گفتن دیگه شما ترخیصید و کار دیگه بیش از این نمیشه برای شما انجام داد. خب داروهایی هست که تا مادام العمر شما باید مصرف کنید و خب ما ترخیص شدیم و بعد از 10 روز که باز هم ترسی از دستگیری داشتیم به صورت مخفیانه در چند مسافرخانه سطح شهر تهران موندیم که بتونیم نوبت بگیریم در بیمارستان شریعتی. و در بیمارستان شریعتی بعد از چند جراحی، یک جراحی چند ساعته و کارگزاری پلاتین روی سر و صورت، تونستن این صورتی که له شده بود و کامل تخریب شده بود و استخوان‌ها از هم باز شده بود و استخوانی وجود نداشت و حتی استخوان کف چشمم الان یک پلاتین مادام العمر هست، این کارها برای من در بیمارستان شریعتی انجام شد. و بعد از 1 ماه بستری شدن به صورت مخفیانه تا 2-3 ماه بعدش در شهرستان‌ها و در خانه اقوام و در خانه اقوام بعد از مراجعت به کردستان اونجا موند. چرا که طی تماسی که نیروهای اطلاعاتی با خانواده خانومم داشتن، ما را تهدید کرده بودن که فقط منتظرن که کار درمانی بنده تمام بشه و بعد بنده را دستگیر میکنن. و خب موقعی که بنده ترخیص شدم به صورت مخفیانه چندین ماه زندگی کردم، در بیرون بودم و شرایط خیلی خیلی سختی بود. آقای مرادی نیا، من این سوال میکنم نه اینکه یعنی کسی نگه آقا چرا لو میدی، برای اینکه این اتفاق برای بسیاری از آدم‌ها افتاد و در این بیمارستان، در بیمارستان فارابی و بیمارستان شریعتی پزشکانی که جراحی کردن شما رو، عوامل بیمارستان به هر حال، اینا میدونستن که شما تیر خوردین از مزدوران این حکومت؟ در بیمارستان فارابی موقعی که رفتیم، موقعی که رسیدیم بعد 12 ساعت از زخمی شدن، موقعی که بیمارستان فارابی رسیدیم به مسئول پذیرش گفتیم که این ناشی از صانعه کار هست و ایشی که توی سیستم اسم بنده رو وارد کردم، گفتم که شما مطمئنی از ناشی از صانعه کار هست؟ چرا که در سیستم بیمارستان کوثر سنندج وارد شده به نام شلیک شاتگان و شلیک اسلحه. و خب ولی گفتن که شما ترس نداشته باشید، چرا که امشب انقدر آمار زخمی ها و افرادی که چشمشون از دست دادن و چشمشون سر و صورتشون مورد هدف قرار گرفته شده، در این بیمارستان انقدر زیاد هست که فکر نمی کنیم برای شما مشکلی پیش بیاد. و خب دیگه گفتن راحت باشید. چرا؟ و حتی پرستارهایی که در اونجا در اون بخش کار میکردن میگفتن ما یک بخش را اختصاص دادیم به بخش ساچمه کردستان، چرا که من اون شب فهمیدم که از تمام نقاط کردستان، از کامیاران، دیواندره، دهگلان، سنندج و کامیاران اومده بودن و در اون بیمارستان خودشون رو به اون بیمارستان رسنده بودن، افرادی که دوتا چشمشون رو از دست داده بودن و در اونجا امنیتی نسبی بود. ولی در بیمارستان شریعتی حقیقتش به نام حادثه محل کار بستری شدن، ولی دکترها و جراحها از این موضوع خبر داشتن. ولی ببینین آقای مرادی‌نیا، شما هم فعال کارگری بودین، چون 3 دقیقه تقریبا بیشتر این تلفن شما هم هی کنه همش رو اعصاب ما. ببینین، خواهش میکنم، شوخی میکنم، من ویبراتورش هم خاموش کردم. ببینین عزیزم، بگین زمانمون خیلی کمه، هزینه پرداختین برای انقلاب ژینا، انقلاب مهسا، نظرتون درباره انقلاب چیه؟ خیزش ژینا
سه دقیقه وقت. میوه آبان 98 بود. آبان 98 واقعا بلوغ نقطه بلوغ سیاسی مبارزان معترض علیه فاشیسم دینی جمهوری اسلامی بود و واقعا عظمت آبان طوری بود که هم خواهان تغییر ساختاری حکومت بودند و هم سایر رفرم ها و احزاب داخل جمهوری اسلامی را رسوا کرده بودند و هم جواب دندان شکنی به اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون صادراتی داده بودند. و خیزش زن زندگی آزادی در واقع میوه این اعتراضات بود، میوه آبان 98. من به عنوان کسی که در خیابان بوده و معترض بوده و علیه فاشیسم دینی جمهوری اسلامی سالها مبارزه کرده، معتقدم که خیزش زن زندگی آزادی در واقع فریاد محروم ترین لایه طبقات اجتماعی ایران بود، یعنی زنها. و ولی هیچ وقت تمام خواسته خیزش زن زندگی آزادی مالکیت بر بدن نبوده، چرا که خب هرچند خب این یکی از نمادها هست اینکه پوشش اختیاری داشته باشن، مالکیت بر بدن داشته باشن، ولی خب تمام مطالبه خیزش زن زندگی آزادی این نبود. و خب در واقع مقاومت و مبارزه جامعه ایران که به مانند زندانیانی در زندان باز ایران هستند، به مانند اسیرانی در یک اردوگاه هستند، مبارزه علیه این فاشیسم دینی در تمام لایه‌های طبقات جامعه باید جریان پیدا کنه، چرا که فاشیسم دینی در تمام لایه‌های طبقات مشغول استثمار و مشغول استثمار و ستم هست. بسیار خوب، سپاسگزارم ازتون. آقای فرزاد مرادینیا که امشب در خدمتشون بودیم، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و در برنامه چش برای آزادی و عدالت امشب در صفحه آخر در خدمتتون بودیم. ممنونم آقای فرزاد مرادینیا. من از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی و از همه همکارانتون. بریم پرده آخر. مثل مرد بچه های دیگه نیستن اهل بیت. رفقا بدونید بچه شیعه ها نور به نور منتقل میشه، مثل ما درست نمیشن. سنگینی حمل نداره مادر امام، شکم بیاد بالا، فقط حمل نور میکنه، حرف میزنه. یعنی در وقتی که مادرش میگه شک میکردم نمازم سه رکعت یا چهار رکعت، از تو شکمم یه صدایی میاد میگفت مادر شک نکن، سه رکعت خوندی. وقتی هم به دنیا آمد که همشون غالبا سحرگاه میان که سری داره، از بغل مادر به شکل نور به یک نوری میاد. قابله ای که بغلشه میگه دیدم، حکیمه میگه امام زمانو اینجوری دیدم، اینجا خانم نجمه اینجوری میگه دیدم، یه آقازاده ای دستاش رو زمین، سرش به طرف بالا، لباش به هم میخوره، داره حرف میزنه ولی نمیشنوم. چرا؟ چون داره با خدای عالم داره حرف میزنه. شب و روزگار خوش.